بینندگان این رسانه دیداری در جای جای جا جهان پهناور و کلیه فارسی زبانان همیهنان روزگار سختی را در طی چهل سال تحمل کرده اید و این بردباری و شکیبایی تنها و تنها به خاطر اشتباهاتی بوده است که هر یک از ما به نوبه خود در طول زندگی اجتماعی خود انجام داده ایم. اشتباهاتی که سرمنشه آن عدم اندیشیدن و تفکر است اگر ما هر پدیده ای رو که در اجتماع به ما تحمیل کردند و به عنوان یک رسم برای ما یادگار گذاشتند در موردش اندیشه کنیم و اگر به ذهن ما سوالی میرسد آن را مطرح کنیم مسلم بدانید که وضع زندگی ما بهتر خواهد شد شما بسیار تا بسیار دیدید که میگویند پشت سر مسافری که میرود آب به که او زود برگردد یا زمانی که یک نفر میخواهد به سفر برود قرآن بالای سر او میگیرند که از زیر قرآن رد شود من هرچه اندیشیدم ارتباط آبی که ریخته میشود و مسافری که دارد به سفر میرود و این آب موجب می شود که او زودتر برگردد یا قرآنی که از زیر آن رد می برای چه هست و چرا چنین رسمی را طی سالهای سال به آبا و اجداد ما تحمیل کردند و اکنون یادگار آن به ما رسیده این میراس مزخرف و غیر منطقی اکنون به ما رسیده خب اگر ما به عنوان یک انسان دارای شعور و عقل هستیم بایستی بیاندیشیم که چرا باید از زیر قرآن رد شد چرا پای روی آن نگذاریم و رد نشویم مگر اتفاقی می افتد اگر اتفاقی می افتد آمریکا با آن عظمتش جمهوری منحوس اسلامی به دستور بریتانیای کثیف پای بر پرچم آمریکا میگذارند از قدرت او با خبر هستن ولی این کار را میکنن و اتفاقی هم نمی افتد. یک مش نوشته عربی که انسانها را به کشتار یکدیگر تشویق می کند اگر ار رویش رد بشوید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مسلم بدانید از آنجا که برنامه من مذهبی نیست بیش از این در این مورد صحبت نمی کنم ولی به شعور شما باید تلنگر زد باید از خواب بیدار شوید باید بفهمید تا به کی آنچرا که به شما میگویند بپذیرید اگر از زیر تناب رد بشوی کارهای تو گره خواهد خورد شما بیایید این کتاب هلیت المتقین را بخوانید و ببینید چه عراجیفی در آن منعکس است و تمام آنها را هم به امام جعفر صادق اکثرا و سایر امامان نسبت داده و ادهی مغز باخته آن را میخوانند و دقیقا در همان راه گام می نهند همان گونه که سالهای سال از گفته می شود با پای راست وارد دستشویی بشوید یا با پای چپ از این مزخرفات و هیچ کس هیچ جواب منطقی برای چنین گفتارهایی نداشته است یکی از مسائلی که حدود دو روز پیش یک مرتبه به ذهن من رسید مسئله یک شعری بود که همین طور به ذهن من آمد و آن را با خود تکرار کردم شعری است که میگوید آن کرا اصرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند پیش خود اندیشیدم و به یاد حافظ افتادم که میگوید گر مسلمانی از این است که حافظ دارد و اگر از پس امروز بود فردایی و اشعاری از مولانا به خاطرم آمد که در ارتباط با مسلمانی و اینکه اعتقادی به آنچه در اسلام گفته باشد قدری سقیل می نماید و ایشان کسی نبوده که با آنچه که برای ما از دین اسلام تعریف کردن در یک مسیر باشد چون مولانا مردی خردمند بوده متاسفانه در دوره ما اگر اندکی پیش برویم بعید نیست که نیمه از تصویر مولانا را در کنار نیمه از تصویر خمینی دجال قرار بدهند و هر دوی آنها را یکسان معرفی نمایند چرا که همین روز گذشته بود که تصویری از احمد کسروی دیدم نیمه ای از صورت او و نیمه ای از صورت خمینی بانوی به نام روزیتا مطالبی نوشته بود که جز سبسته و مغلطه چیزی به آن صورت دستگیر من نشد به مطالبی اشاره کرده بود در ارتباط با بانوان که آقای چیز آقای احمد کسروی گفته که زنها باید محدود باشند به دلیل اینکه آنها احساساتی هستن فلان بهمان در کارها دخالت داده نشوند و برخی از کارها متعلق به مردان است برخی به متعلق به زنان است ناگهان به یاد ماسون ها افتادم ماسون ها به هیچ عنوان بانوان رو در کارهای ماسونی دخالت نمی دهند و ایشان همین خانم از اروپاییان تعریف و تمجید کرده بود که به زن بها میدهند اگر آنها به زن بها می دهند پس چرا در کارهای ماسونی یک بانوی فرماسونر تا کنون نامش گفته نشده پس ادعای بیخودکی کردن و از عدم آگاهی مردم بهره گرفتن یک نوع خیانت است دانشمندی مانند احمد کسروی که در جلسه پیشم من اشاره کردم ایشون فرماسونر بود ولی آلوده به این گروه شده بود چرا که نه راه پس داشت نه راه پیش مطلب را در اینجا داشته باشید در جلد اول کتابم به نام ایران را کردن چپو به مسئله اشاره می کنم. من مدیر بازرگانی شرکتی بودم که هفت کارخانه را اداره می کرد روزی به مشهد رفتم برای مسائل قسمت بازرگانی شرکت و کارخانه ای که در مشهد بود رئیس کارخانه مشهد که نمیدانم الان در قید حیات باشد یا نه مردی بسیار شریف بود با من بسیار دوست و مهربان بود روزی در هتل شرایتون مشهد بودم چون مدت اقامتم برای حدود پنج روز بود ایشون روز دوم یا سوم بود به من تلفن کرد و گفتش که برنامه امروز چی از بیرون نمیخوای بری گفتم نه من در هتل هستم تابستانم بود گفتش که پس من میام ناهار رو با هم بخوریم بعد هم با هم جایی رویم من استقبال کردم ایشون آمد و نهار صرف شد بعد از نهار به من گفت دنبال من بیا ولی کن فراموش نکن بایستی زیپ دهنت رو بکشی و به هیچ عنوان نه سوال کنی نه جایی از آنچه میبینی سخنی بگویی من گفتم بسیار خوب در همان هتل شرایتون دو تا انسان به ملبس به لباس سربازهای هخامنشی با نیزه ایستاده بودند و به صورت زرد در دستان خود را این نیزه را دراز کرده بودند به صورت ضرب در آورده بودند من متوجه نشدم این رئیس کارخانه چه اشاره ای کرد که به بحثی که ما به اینها نزدیک شدیم اینها نیزه ها را پس کشیدند و راه دادند که ما عبور کنیم به داخل یک راه رو به داخل راه رو رفتیم دست چپ دری بود ایشون چند ضربه به در زد دریچه ای در روی در تعبیه شده بود آن دریچه باز شد شخصی از آن پشت ما را نگاه کرد و در را گشود و رفتیم داخل یک هشتی مانند مثل مناظر سابق بود که باز دری در روبروی در ورودی داشت که به جای دیگر داخل می شود. در آنجا آن شخص مجددن در روبرو را گشود و ما داخل یک سالن شدیم سالنی که یک میز بسیار طبیل و حدود شست صندلی در اطراف این میز بود و تقریبا تمام صندلی ها پر بود دو جای خالی بود که من و رئیس کارخانه نشستیم و یک میز یک صندلی در انتهای میز بود که آن صندلی هم خالی بود رئیس کارخانه بنده رو به اطرافیان معرفی کرد و تعریفاتی کرد که نمیدونم ایشون بسیار اهل مطالعه هستن فهمیده هستند و کس الهازا و همینطور که داشت تعریف کرد برای اطرافیان دو طرف ما ناگهان در تی سالن چون یک درم تی سالن بود باز شد و آقای با لباسی که بعدها فهمیدم لباس ماسون هاست ایشان داخل شد داخل شد همه به احترام او برخواستند و بعد ایشان دستور نشستند داد همه نشستند و این آقا روی صندلی جلوس کردند و در پشت میز یک اه زنگی بود آن را به صدا در و رسمیت جلسه را اعلام کردند بعد رو کردند به نفر 17 یا 18 در سمت راست گفتند که شما گزارشتان را بدید ایشون گفتند که ما تحقیقات خودمون رو تقریبا داریم به اتمام میرسونیم از نقطه نظر ما تا این لحظه که خدمت شما هستیم تایید میشه یکی دو تا از این مسائل در سمت راست و یکی از سمت چپ و در نهایت اشاره کردن به رئیس کارخانه ایشان از جاشون برخواستن و بنده رو معرفی کردند و راجع به خصوصیات اخلاقی من صحبت کردند و گفتند بنده به عنوان مهمان در این جلسه حضور پیدا کردم من چیزی سر در نیاوردم از این جلسه ولی از آنجا که رئیس کارخانه به من گفته بود حق سال کردن نداری هر وقت میخواستم سال بکنم یاد این جمله ایشون میافتادم و سکوت میکردم آمدیم بیرون و بعد من مشهد رو که ترک کردم دو سه ماهی گذشته بود یک روز بعد از ظهر حدود ساعت شیش بعد از ظهر بود من اکثرا بعد از ساعت چار نیم بعد از در شرکت میماندم و به کارها رسیدگی میکردم گاهی دوستان میآمدند میشستیم در دفتر و با هم گپی میزدیم و خلاصه ایشون زنگ زدن و میدونستم اکثرا من تا ساعت هفت و هشت در شرکت هستم گفت شما میتونی بیای سر خیابان ویرا گفتم من میام گفتش پس شما رو اونجا میبینیم کوچه ای بود به نام خسرو دقیقا هنوز یادمه گفت اگه تونستی ماشین رو پارک کن و بیا داخل کوچه کوچه خسرو من رو اونجا میبینیم من حرکت کردم رفتم و ایشون دیدم یه آقای دیگه همراهشون بودن با اتومبیل آنها گفت ما میخوایم بریم رستوران چینی ها و امشب غذای چینی بخوریم گفت شما میخورید گفتم چرا نخوریم با هم صحبت میکردیم و در راه این آقای رئیس کارخانه مرتب به شخصی که همراهش بود و به عنوان شوهر خواهر خودش معرفی کرده بود مرتبا می گفت که شما نمیدونید چه آینده ای در انتظارت خواهد بود و میتونی به مقامات بالا برسی یا خلاصه من خواه نه اینکه کنجکاو باشم این صحبت ها رو میشنیدم چون در اتومبیل دیگه سرگرمی دیگه ای نبود و اینها هم داشتن با هم صحبت میکردن خواهناخوا و اجوارن من اینها رو میشنیدم رفتیم و غذا خوردیم و برگشتیم ولی من هیچگاه از این آقا سوال نکردم که شما راجع به چی صحبت میکردی با شوهر خواهرت و چی بود داستان چون اون روزی که به من گفت نباید سوال بکنی دونستم که نباید سوال کرد این ماجرا گذشت تا شورش 57 انجام شد این ماجرا مال سال 56 بود اواخر سال 56 یعنی تقریبا میخورد به پاییز و اوایل زمستان این اتفاق افتاده بود و سال 57 پیش اومد و این شورشی که برپا شده بود من دم دانشگاه کتاب های فراموشخانه یا فرماسونری رو که در سن دوازده سالگی نامشون از پدرم شنیده بودم فراموش خانه رو کنچکاف بودم بدونم چی هست دیدم و این سجلت کتاب و من خریداری کردم وقتی آمدم خوندم متوجه شدم آنچه برای من اتفاق افتاده دوره به اصطلاح کارآموزی بوده و اینکه میخواستن بنده رو امتحان بکنن ببینن من قابلیت اینکه به فرقه ماسون ها داخل بشم دارم یا ندارم و یکی از شروط این مسئله همون توداری به اصطلاح رازنگاهداری و عدم فرسش و آنچرا که میبینی انگار ندیدی یه همچین مسائلی هست و خب من تا قسمت اول که سوال نکرده بودم در قسمت دومم تقریبا مورد تایید بودم ولی به دلیل شورش, شورش پنج و 57 نشد که دیگه ادامه پیدا بکنه با مطالعات زیاد و بررسی حوادثی که در ارتباط با کشور فرانسه و انقراض پادشاهی در فرانسه مطالعه کرده بودم که اکثر کسانی که اهل مطالعه بودند، نویسنده بودند، دانشمند بودند، تمام اینها رو ماسون کرده بودند و فرماسونرها طبقه یک شرط کلی وقتی دستوری از شخصی که بر همه اونها رجحان داره و به نام استاد اعظم خوانده میشه به آنها میرسه اون دستور رو باید پذیرا باشن برای پذیرفته شدن در گروه ماسون ها در گذشته الان نمیدونم ولی در گذشته طبق آنچه که آقای اسماعیل راهی ذکر میکنه اصلا ممکنه به دست شما بدن بگن شما باید الان برید برادرتون در منزلش هستش به محض اینکه به اتاق او وارد شدید با این اسلحه سه گلوله به طرف او شلیک کنی و او رو بکشی چون حق سوال کردن در این گروه ممنوع هست شما حق ندارید سوال بکنید یا می روید و با آن اسلحه گلوله ها را که به طور قط قلابی هست شلیک می کنید یا اینکه میگید نه من برادرم رو نمیکشم و از گروه ماسونری اخراجتون میکنم به هیچ عنوان شما داخل نمیشید شما رو نمیپذیرن یا مثالی زده آقای اسماعیل راین را که به شما میگن که تشریف ببرید طبقه بالا در اونجا تناب داری آماده است یک دکمه یا یک دسته ای در اونجا هستش شما بر روی یک صندلی میروید و وقتی اون حلقه دار را به دور گردنتون انداختید اون دکمه یا دسته رو بزنید تا خفه شید شما اگر واقعا اعتقاد داشته باشید که باید هرچرا که اینها میگویند انجام بدهید می روید و این کار رو می کنید ولی اون تناب پاره می شود و شما جان سالم به در می برید و به لوژ ماسونی پذیرفته می شوید. پس بنابراین در این ارتباط هر کس خلاف دستور هم عمل کند ماسونهای دیگر موظف هستند وقتی دستور قتل او را صادر می کنند بروند و او را بکشند احمد کسروی پای از خط قرمز آن نهاده بود حال ما به ماسون بودنش کار نداریم ولی این واقعا یک حساری بود که این مرد دانشمند و فهمیده نتواند آنچه دانش دارد واقعا برملا کند ولی هرچه سن او افزایش میافت شهامت و جرأت او بیشتر میشد زیرا میگفت من به اندازه کافی ملت را روشن کردم و اگر الان کشته شوم اشکالی ندارد بایستی حرف خودم را بزنم رازهایی را که هست برملا کنم و همین جسارت او موجب شد که او را به قتل برسانم اما به این مسائل باز ما هیچ اعتنایی نمی کنیم میاییم و به طور کلی یک نویسنده را از دیدگاه اجتماعی مورد تمرکز قرار میدیم و چشم بر او میدوزیم تا ببینیم این نویسنده چگونه فردی است نویسندگان بر دو دسته تقسیم می شوند نویسندگانی که معلوماتی ندارند به آن حد تکامل نرسیدند و اینها به راحتی قلم به موز می شوند و دولت بریتانیا معمولا از این افراد استفاده می کند و آنچه را که میخواهد به آنها میگوید آنها می نویسند نمونه بارزان مسعود بهنود می باشد مردکی بی کثیف کسیف و تنفروش قلم به موز که آنچه را که در جهت منافع انگلیس است به او القا می شود و او می نویسد بسیار داریم از اینها دیگری براهنی است که در آغاز شورش پنجاه هفت کتابی به نام زل الله نوشت از این قماش افراد بسیار داریم اما گروهی دیگر هستند که نویسنده واقعی هستند و اینها به تکامل فکری رسیدن سرودی میشنویم باز میگردیم در ارتباط با این مسئله سخن خود را ادامه خواهم داد خداوند شکرت میکنیم برای مسیری رو که تو برای ما گذروندی خداوند و برای رنجی که تو برای گناهان ما کشیدی خداوند خداوند اجازه بده ما بیشتر این رو درک کنیم خداوند تشنه محبت تو باشیم کاری که تو برای ما کردی مرسی برای محبت کامل تو خداوند تو رو پدر میپرستیم پدر تو رو میستاییم خداوند کلیسای تو تو رو میستاییم شکر برای وجودت در زندگی ما خدا شکر بیکرانت آزادم کرد بی کرانت آزادم کردی از اصارت در تو لایق هستم باشم کردی از این صورت در تو لایق هستم باشم خداوند تو رو شکر میکنیم که با محبتت اومدی به این قلب های ما خداوند قلب های ما رو با حضورت لمس کردی خداوند تو رو شکر میکنیم شکرت میکنیم از اینکه که هستی خداوند حقیقتا تو سزاوار پرستش هستی شکرت میکنیم خدای زنده که میتونیم تو رو بپرستیم تو پدر ما هستی تو پدر آسمانی ما هستی خداوند با محبت بیکرانی که خداوند تو نشون دادی به ما خداوند به حضور تو میایم تو رو میپرستی همانطور که کلامت میگه تو انقدر ما رو محبت کردی خداوند یگان پسرت عیسی مسیح رو دادی خداوند تا ما بتونیم به حضور تو بیایم و بگیم خداوند و تو شاه و س... با درود مجدد خدمت شما نازنینان همان گونه که در قسمت اول عرض کردم نویسندگان بر دو نوع بودند که نمونه قلم به مزدان آن رو براتون توضیح دادم در رابطه با نویسندگان واقعی بیایید بیاندیشیم یک نویسنده عمر خودش رو ساعت ها گذارد کتابی رو ارائه می دهد که ماحصل اندیشه های او تجارب او مطالعات اوست که چه مقدار او مطالعه کرده چه مسائلی رو در طول زندگی با اون برخورد کرده و قص الهازا که ما به ساعتهایی که صرف مطالعه کرده یا ساعتهایی که تجربه آموخته باز نظر نمی کنیم و فقط و فقط زمانی را در نظر می گیریم که او شروع به نوشتن کرده تا زمانی که به پایان کتاب برسد چه مقدار از عمر خود را او هزینه کرده تا کتابی تهیه کند آیا در مقابل این عمری که بسیار با ارزشه و او هزینه میکنه چه چیز نصیب او شده شهرت نصیب او شده یا مادیات هیچ کدام از اینها برای یک نویسنده واقعی مهم نیست آنچه که برای یک نویسنده واقعی اهمیت دارد این است که آنچه را که او نوشته دیگران درک کنند و بر آن ارزش قائل شوند و راهنمای آنان باشد در زندگی وگرنه شما بیایید احمد کسروی را و کتابهایی را که منتشر کرده در آن زمان که انتشار کتاب تجارت نبود با نوشتن کتاب کسی ثروتمند نمیشد او کسی بود که بایستی در دادگستری میرفت و کار میکرد ولی عمر خود را برای روشنگری مردم ایران گذاشت علا تمام محدودیت ها نوشت و نوشت و نوشت امثال او بسیار هم. صادق هدایت و بسیاری دیگر برای قلم به مزدان نیز هستند قلم به مزدان یک شبه ره ست ساله می روند مشهور میشوند و بعد ادهی به خاطر همین تبلیغات به آنها ارج مینهد در اینجا باز هر مطلبی مطلبی دیگر را به ذهن من میآورد ولی از آنجا که در ابتدا شعری برای شما خواندم آن را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش روختند بایستی در اینجا توضیح بدهم. چون در همان ابتدا توضیح این شعر جالب نبود ولی الان با مقدم چینی که کردم کاملا مشخص است در اینجا وگر ما تاریخ ماسونی را مورد بررسی قرار بدهیم که از زمان سلیمان نبی فرماسونری تشکیل میشه میبینیم که در زمان حافظ مولوی و سایر بزرگان اهل عرفان فرماسونری کار خود را کرده است و جایی که حافظ سکوت می کند جایی که مولانا سکوت می کند نکته ای به همراه دارد اگر بگوییم آنها ماسون بودند که یک مقدار بایستی مستند صحبت کنیم و مدرکی ارائه دهیم آقای احمد کسروی در ارتباط با صوفیگری آن را شاخه از تشکیلات ماسونی می داند جزوه کوچکی که به نام صوفیگری آقای احمد کسروی نوشته بازگو کننده واقعیاتی است که ما بایستی بدانیم متاسفانه وقتی مطالعه نمی کنیم وقتی کنجکاوی به خرج نمی دهیم و پذیرا می شویم آب هم پشت سر مسافر می ریزیم از زیر قرآن هم رد می شویم که به سفر برویم و هیچ کدوم هم از ماها سوال نمی کنیم که برای چه باید از زیر قرآن رد بشوم برای چه باید پشت سر من آب بپاشند اگر این کنجکاوی را در این رابطه داشتیم در رابطه با صوفیگری همان گونه که احمد کسروی آمد و برملا کرد که صوفیگری شاخه ای از فرماسونری و شاید کسانی که به صوفیگری روی می آورند خود نمیدانند که زیر مهمیزه استاد اعظم که آن را در بین دراویش قطب یا قطب اعظم میگویند قرار دارند و آنچه که او میگوید آنها میپذیرند مگر ماسون ها چه میکنند؟ ماسون ها هم آنچه را که استاد اعظم در لوژ فرماسونری میگوید میپذیرند و اعمال میکنند دراویش هم همین کار را می کند وقتی که قطب دراویش میگوید گوید فلان کار را بکنید آنها ملزم هستند که این کار را انجام دهند حال انسانی مانند احمد کسروی را با دجالی مانند خمینی مقایسه کردن دور از انصاف نیست آیا کسی که جان خود را در راه آگاهی یک ملت صادقانه در میان گذاشت با یک جنایتکار یکسان است که مانند دو نیمه سیب آنها را کنار هم قرار دهیم من برای این خانم یا بانوی یا عزیز که چنین عراجیفی را و چنین محملاتی را شاید بیش از پنج شیش صفحه نوشته بود متاسفم و هرچه اندیشیدم نتوانستم جوابی بگیرم که چگونه است که ما به مرور زمان بزرگان کشورمان خادمین کشورمان را میخواهیم خائن جلوه دهیم و جایی که مصدقی که خائن بوده است میاییم و خادم نشان میدهیم هویدای خائن را خادم نشان میدهیم اینها مدارکشان موجود است ولی آقای احمد کسروی در شرایطی که آن دوره داشته است اگر فرزن جایی هم لغزشی داشته است خطایی کرده است و در مورد بانوان چند سطری نوشته است این زاییده جب به آن زمان بوده و ما امروز نمیتوانیم و حق نداریم که او را تخته کنیم و مورد سرزنش قرار دهیم خیانت از این بالاتر نیست من از این بانو درخواست می کنم چرا به نویسندگان و قلم به مزدان موجود نمی پردازد کسانی مانند بهنود مانند براهنی این زالوهای شمای ما که به دروغ خود را میهم پرست جلوه دادند به اینها چرا نمی خب ما ایرانی ها آنقدر معخوض به حیا هستیم که گاهی به خاطر رابطه دوستانه با کسی واقعیت ها را بر رویش سرپوش می گذاریم ولی این سرپوش گذاردن بر روی واقعیات من نمیخواهم بگویم صد درصد خیانت است ولی از خیانت چیزی کم و کسر ندارد دروغ هایی که میشنویم افرادی را که یک مرتبه برای ما بزرگ می کنند سمبل می کنند آقای امیر تاهری در لندن یک باره سر از زیر پتو در می آورد و شروع به سخن پراکنی می کند امیر طاهری را چه کسی امیر طاهری کرد؟ تبلیغات بریتانیایی او را امیر تاهری کرد ولی دوستان عزیز ما که مدتی گوینده بودند مدتی مفسر بودند و چون اجازه ندارم نامی از ایشان الان نمی آورم ولی اگر لازم شد در جلسه آینده خواهم گفت ایشان عمر و روح و جان و همه چیز خود را در راه وطن گذاشته و اکنون به عنوان یک انسانی گمنام هنوز به مبارزه خود ادامه می دهد. چرا آنانی مانند امیر تاهری از نظر مالی ساپورت می شوند پشتوانه دارند و به آنها می رسند آنها فکر خیالی ندارند فقط با واژه ها بازی می کنند و میآیند سخنرانی می کنند سخنرانی که هدفمند است برای سردرگمی مردم اگر مردم روشن شوند به سخنان این خودفروختگان بهایی نمیدهند ولیکن وقتی آنها سردرگم شدند و ندانستند من راست میگویم بهنود راست میگوید یا احمد کسروی راست گفته است یا صادق هدایت خب نمیدانند چه کنند حرف کدام یک را بپذیرند این سردرگمی همان است که افراد را به کنج خانه هدایت میکند و میگویند آه دیدی این یکی هم خائن از آب درآمد چرا شما چنین تصمیمی میگیرید که میدان را خالی بگذارید تا فرزندان شما دچار زج شوند و ثروتشان برباد برود شما مسئول هستید و بایستی هوشیار باشید اگر نبودید شما خیانت کرده اید بی تفاوت بودن در جامعه و به دلیل آنکه فلان شخص که تا دیروز فکر می کردید می پرست است امروز ثابت شده که او خائن است نباید موجب دلسروی شما شود اگر اعتقاد به نیت خود دارید میهم پرستید میهن خود را دوست دارید این اعتقاد شماست که باید برای میهم مبارزه کرد دلیلی ندارد فرد عددی نیست نه من نه احمد کسروی نه X, Y, Z هزاران هزار می هم پرست دیگر عددی نیستند در مقابل آنچه که ما برای آن مبارزه می کنیم یعنی برای میهن برای زادگاه میلیون ها انسانی که بایستی به داد آنها رسید باید به کمک آنها شتافت بگیرید در ذهن خود تجزیه و تحلیل کنید ببینید چه کسی راست میگوید چه کسی دروغ میگوید نه اینکه بپذیرید که اگر از زیر تناب رد شدید در کارهایتان گره میافتد اگر روز یک شنبه یا سه شنبه ناخن خود را گرفتید برایتان حادثه بدی رو خواهد داد اگر به گربه سیاه نگاه دست بردارید این خرافه ها را دور بریزید و موج از مغزتان ساته نکنید که چنین حوادثی رخ بدهد و بعد بگویید دیدی اگر من به گربه سیاه نگاه نکرده بودن شخصی را زیر نمی گرفتم من در طول تاریخ عمرم بسیار تا بسیار به این مسائل برخورد کردم و دیدم و متاسفانه یا خوشبختانه اندیشیدم و نتوانستم رابطه گربه سیاه و اینکه شخصی را با اتومبیل زیر میگیرند پیدا کنم چون نمیتوانم ارتباط منطقی بین این دو برقرار کنم به آن اعتقادی ندارم صدها گربه سیاه را هم نگاه می کنم و هیچ مسئله ای هم برای من رخ نخواهد داد از زیر تناب هم رد میشوم روز یک شنبه و سه شنبه و نمیدونم شنبه هم ناخونم را میگیرم و آن کتاب مزخرف هلیت المتقین را در توالت خواهم انداخت این خیانت ها را به خودتان نکنید به فرزندان خود نکنید اندیشه کنید و جواب منطقی برای هر مسئله ای بیابید اگر غیر از این انجام دادید و خلاف این خواستید کاری بکنید نه تنها به خودتان به نسل آینده لطمه زده اید و مدیون فرزندان میهن هستید برنامه ای که بنده ارائه میدم جنبه سیاسی اجتماعی و روانشناسانه دارد و به هیچ عنوان خودم رو محدود نمی کنم خطی بی اندیشم. یعنی در یک مسیر خاص اندیشه کنم به کتابخانه من اگر نظری بیان که متجاوز از سه هزار جلد کتاب در آنجا هست هر نوع کتابی که شما فکر کنید در آن پیدا می شود چه ادبی چه شعر چه تاریخ چه بیوگرافی چه روانشناسی چه فلسفه و قص الهازا چرا برای اینکه انسان اگر بخواهد تصمیم صحیح بگیرد باید یک مسئله یا یک موضوع را از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار دهد اگر فقط بخواهد از نظر مذهبی به یک مسئله نگاه کند کار او کار ناقصی است اگر بخواهد از نظر هنری فقط به یک مسئله نگاه کند باز هم کار او ناقص است یک نقاش وقتی که قلم بر بوم میگذارد اگر نتواند جامعه را درک کرده باشد و یک جامعه شناس خبره باشد نمیتواند تصویری را که اکثریت جامعه پذیرای آن باشد خلق نماید شما اگر هنر یک نقاش را در یک تابلو میبینید این دلیل تجارب هوش و مطالعاتی است که او دارد و یک تابلو ای را میبینید به قدری بیمحتواست که شاید برای دوباره دیدنش حتی رقبت نکنید سر خود را برگردانید این هست که باید در ارتباط با مسائل مختلف همیشه از خرد استفاده کرد و این خرد را در یک خط خاص نینداخت این خرد بایستی جامع باشد و مشرف بر تمام مسائل اجتماعی باشد اگر چنین رفتار کردید مطمئن باشید بسیاری از سوالات و آنچه که مبهم است را شما براحتی جواب آن را خواهید یافت و این هست که به شما توصیه می کنم که سعی کنید از خرد استفاده کنید و از اندیشه تا جایی که می توانیم برنامه من در اینجا به پایان میرسه و ضمن سلامتی آرزوی سلامتی شادکامی و روزهای خوب و بهتر برای شما همه شما نازنینان عزیزان را به پروردگار یکتا می سپارم روز و روزگار بر شما گرامیان خوش و خرم باد خدا نگهدار